ارزیابی ارتباطات. ارزیابی ارتباطات فعلی. این بخش درباره میزان زمانی است که شما با مردم در خارج از فضای خانه، غیر از همسر و فرزندان، سپری می‌کنید. در ضمن شامل مناسبات کاری شما در اداره یا بیرون از فضای اداره نیز می‌شود. میزان موفقیت آنها را در هر یک از موارد ارزیابی کنید. حال این ارتباطات را به سه شاخه تقسیم کنید: قطع ارتباط، ارتباط محدود و گسترش ارتباط. قطع روابط. ممکن است شما بخواهید با فردی از فهرست بالا قطع رابطه کنید. این شخص ممکن است هر کس دیگری که به نوعی در زندگی شما درگیر است و تأثیر منفی بر روی شما دارد باشد. تأثیر احساسی، ذهنی، روحی، فیزیکی و غیره. اینها افرادی هستند که تأثیر منفی بر روی آنچه درباره آن صحبت می کنید، غذایی که می خورید، نوشیدنی که می نوشید، برنامه‌ای که تماشا می کنید و غیره دارند. محدود کردن روابط. با چه کسانی زمان قابل توجهی را می گذرانید که لازم است کمی در ارتباط با آنها عقب نشینی کنید؟ آنها خوب هستند، اما لزوماً به جایی نمی روند که قرار است شما بروید. آنها چشم اندازها، اهداف و محرک های مشابه شما ندارند. گذراندن زمان طولانی با آنها می تواند شما را در حالت سکون نگه دارد یا حتی شما را پایین بکشد. توسعه روابط. بسته به اهداف و شخصیتی که دوست دارید به آن تبدیل شوید، نیاز دارید با چه کسانی بیشتر وقت بگذرانید. در دایره ارتباطی گسترش یافته ایتان چه کسانی هستند که بتوانید وقت بیشتری را با آنها سپری کنید؟ به کارگیری مربی‌ها. بررسی کنید ببینید در چه حوزه‌هایی می توانید یک مربی، مشاور یا راهنما را برای تقویت مسئولیت پذیری و شتاب بخشیدن به رشدتان استخدام کنید. این مشاورین می توانند در کتاب ها، سی دی ها و از همه مهمتر در صفحات نشریه موفقیت پیدا شوند. این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده.